درود بر شما من سام ایران شهر هستم خب چهارشنبه 23 شهری ور ما خبری منتشر میشه که میگه ابراهیم رئیسی به نیویورک میرود با وجود مخالفت ها و اعتراض های بسیار به حضور ابراهیم رئیسی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد رئیس دولت جمهوری اسلامی ایران قصد دارد برای شرکت در 77 دو مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کند غلام حسین اسماعیلی رئیس دفتر ابراهیم رئیسی چهارشنبه گفته که مقدمات سفر رئیس جمهوری به نیویورک انجام شده است ببینید همونطور که همه میدونن ابراهیم رئیسی یک جنایتکاره جنایتکاری که بسیاری از جرایمش اثبات شده بسیاری از سازمانهای خود غربی ها اعلام کردن که او باید محاکمه بشه اما ویزا براش صادر شده و میخواد بره نیویورک در این مورد خبر دیگه منتشر میشه همین امروز که میگه ادامه اعتراض ها به حضور احتمالی ابراهیم رئیسی در نشست سازمان ملل در نیویورک در این مورد گروهی از معترضان روز پنجشنبه مقابل مقر این سازمان در نیویورک تجمع کردند و گروهی دیگر از چهرههای مخالف جمهوری اسلامی نیز از رئیسی به اتهام شکنجه شکایت کردند این معترضان اصولا از اخشار مختلفی از مخالفان رژیمن از مجاهدین خلق بگیر که خودشون مثل سپاهی هستند به علاوه تمام اخشار دیگه ای که اصولا با رژیم مخالفن و مشکل دارن و اصولا این رئیسی کسی که هیچ کس نمیتونه تحملش بکنه خبر در ادامه میگه از سوی دیگر گروهی از فعالان مخالف جمهوری اسلامی و گروگانهای پیشین در ایران علیک رئیسی به دلیل نقش او در شکنجه و زندانی کردن و حمله به افراد در حال تهیه شکایتی در نیویورک هستند طبق اعلام اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران این شکایت با توجه به احتمال سفر رئیسی به نیویورک برای شرکت در نشست سازمان ملل صورت میگیرد بسیاری علک سفر رئیسی الان دارن فعالیت میکنن در نیویورک که خوبه و به ابعادش میپردازیم اما چرا رئیسی انقدر اصرار داره با اینکه انقدر ضد آمریکایی و ولایی و انقدر کل خر در واقع که بره نیویورک چرا میخواد بره نیویورک از طرف دیگه چرا جو بایدن این اجازه داره میده جو بایدن و آمریکایی که میدونن این کیه یعنی هیچ شکی شک وجود نداره در نقش این در کشتار، تروریسم و نجات پرستی که متاسفانه هنوز کسی درست به این اشاره نمیکنه این طرف امامه مشکی میذاره رو سرش میره هر جای دنیا دوست داره صحبت میکنه یا هر کسی که دوست داره با این صحبت میکنه کسی متوجه نیستش که این داره اشاره میکنه به نژادش که نژاد برتریه، نژاد سید و سروره چرا آمریکایی اجازه این کارو میدن ببینید رئیسی خودش برای نمایش قدرت داره میره رژیم به شدت ورشکسته است. نیاز داره ادعاهاش رو به اثبات برسونه. تنها چیزی که از این گیر رژیم میتونه بیاد اینه که بره نیویورک و هارتوپورت بکنه. و مثلا چی بگه؟ دهم شهریور رئیسی در آستانه احیای احتمالی برجام که الان یه شرایط تغییر کرده دیگه احیای وجود نداره گفته بود فشار حداکثری شکست خورده و ما زیر بار سلطه نمی رویم. ببینید استفاده از این واژه مثل فشار حداکثری این واژه های آمریکایی است واژه های جمهوری خواهان آمریکا اینا به عمد دارن از این واژه استفاده میکنن چرا به خاطر اینکه اولا یه مقدار جا باز کردن تو دل دموکراتها در آمریکا مثل کی مثل جو بایدن که الان تمام زندگی شده توپیدن به دونالد ترامپ و فاشیست خوندن اونها طرفدارانشون یعنی نصف جمعیت آمریکا رو جو بایدن اومده میگه فاشیستن و الان گندش در اومده که دستور داده به سازمان ها و ادارات فدرال آمریکا که جاسوسی بکنن از شهروندان آمریکا به عنوان فاشیست و به عنوان تروریست چرا چون فقط جو بایدن قبول ندارن و جمهوری خواهن یعنی استفاده از این واژه ها هدفمنده و رئیسی داره میره دوباره همین رو تکرار بکن در نیویورک یک سری از دموکرات ها از این حرفا خوششون میاد در این حال میدونن که تبعات هم داره اما چرا جو بایدن اجازه این کارو میده ببینید جو بایدن که الان بسیار از همهزبی های خودش به شدت باش مخالفن با باش مشکل دارن نوچه و دستیار جیمی کارتر هم بوده او میدونه که رای که رژیم داره میره به شکست انقلاب اسلامی در ایران منجر خواهد شد جو بایدن نمیتونه اجازه بده تا زمانی که زنده در کاخ سفید این اتفاق بیفته اما دموکراتها در نهایت نظرشون عوض خواهد شد همونطور که میدونید در خیلی از مسائل دموکراتها هر دو سال دو سال نظرشون عوض میکنن من نگران این موضوع نیستم در آینده اینها سر راه میان دموکرات ها اما الان بحث جیمی کارتره اولین کسی که جو بایدن پس از رسیدن به ریاست جمهوری رفتی دیدارش رفتی داره جم... جیمی کارتر چرا چون نوچه جیمی کارتر بود در تمام این انقلاب 1979 و سقوط 57 یا انقلاب 57 هر چی اسمش رو میذارید و روی کار آوردن انقلاب اسلامی در ایران دست داشت و همکاری داشت اینا نمیتونن ببینن که اینطور رژیم داره میسوزه و از بین میره یعنی دسترنجی از جیمی کارتر و جو بایدن که داره از بین میره برای همین هم هستش که با این همه مخالفت در مورد برجام هنوز جو بایدن از خر شیطون پایین نیومده با این تفاصیلی که خود جو بایدن هم تبدیل شده به یک موجود صفی و دلغک یعنی کافی شما سخنرانی های نگاه بکنید در هر سخنرانی اتفاقاتی میفته چیزایی میگه کارهایی میکنه که از خنده رو دوبار میکنه آدم شده یک دلغک تمام معنا اما این دیدار سفر تبعاتی خواهد داشت اگر کمترین دیداری بین مقامات آمریکایی ام از نماینده کنگره یا سنا یا نمایندگان دولت بین رئیسی و اینها اتفاق بیفته مسئولیتش با آمریکایی خواهد یعنی در مورد این باید تون پس بدن اما نتیجه این سفر در نهایت برای ایران خوبه برای ایران منظورم رژیم نیست برای کل ایران برای ملت ایران برای کشور ایران خوبه چرا ببینید در این سفر چند چیز روشن میشه یکی اینکه درس ملی برای ایرانیان برای ملت ایران که این رژیم رو خواهند برد که فقط و فقط در مورد منافع ملی سیاست گذاری بکنن دارید میبینید ها که انقدر هارت پورت دارن در مورد همه چی آقا ما آزادترین کشور جهانیم دموکراتترین کشور حزب دموکرات اینا اسمشون دموکراته دموکراسی حقوق زنان حقوقهای برابر همه اینا رژیم با بدترین وضع وز... نقض کرده رئیسی فرمانده همه اینا بوده در همین سال گذشته اعدام ها در ایران دو برابر شده همه چیز بدتر شده سرکوب ها ها قتل مردم در خیابون به خاطر حجاب نه نه اصلا یه چیزای عجیب و غریب این درس ملی میشه برای ایرانیان که فقط روی منافع ملی حساب بکنید زیاد درگیر چیزای دیگه نباشید اینا دموکرات به اصطلاح دموکرات ترین آدمای دنیا هن. بنابراین این درس اول رو ملت میگیرن از اینکه حتی برای خود آمریکایی ها حقوق بشر هم میره در رده های آخر و منافع ملی اولین ها قرار میگیره. درس دوم چیه؟ یک فرصت برای نشون دادن رای انزجار از رئیسیه که من دعوت میکنم هم میهنان رو هر جور که میتونید اون روز رو اونجا حضور داشته باشید و برید انزجارتون رو نشون بدید و این نشون دادن انزجار ایرانی آمریکایی ها در آمریکا کمک بزرگی برای ادامه این را خواهش میکنم اگر میتونید شرکت بکنید بنابراین این هم یه فرصت دیگه است نکته سوم اینه که دوست و دشمن رو در آمریکا برای ایرانی ها روشن میکنه کیان دوست و دشمن افراد آدم ها حزب ها کیا هستن که با اینو همکاری میکنن دوست و دشمن رو ما پیدا میکنیم در این شرایط کیا میرن با رئیس دیدار میکنن اینها همه برای آینده مهمه بنابراین این هم به درد ما خواهد خورد نکته چهارم چیه ذهنیت ملی ما رو تنظیم میکنه نسبت به آمریکا ببینید ما نیاز داریم روابط خاصی با آمریکا و اروپا داشته باشیم این روابط مثل روابطی که دنیای عرب داره با اینا یعنی چی یعنی اینها روابط خودشون نسبت به احزاب که الان در دولتها در سر کارن تنظیم میکنن مثلا وقتی که دونالد ترامپ بود روابط اعراب با آمریکا بسیار عالی بود اما بعد از روی کار اومدن جو بایدن کار به جایی رسید که اینها عملا حاضر نبودن جواب تلفن جو بایدن را بدن برای افزایش نفت تولید نفت و الان هم دا اگر دارن انجام میدن فقط به خاطر اینکه علیه رژیم کاری کرده باشن نه به خاطر اینکه خوششون میاد مثلا از جو بایدن همونطور که دیدید سفرش به خاورمیانه شکست خورد جو بایدن در صورتی که پوتین اومد آخوندها رو راضی کرد و با خودش برد کلا اما جو بایدن اومد اینجا گند زد سپر موشکی رو نتونست ایجاد بکنه به جای دست دادن یا بغل کردن با مش به ولیعهد عربستان همش تو اینا میزه آمریکایی به خصوص دموکرات هرگز معنای پادشاه و پادشاهی رو درک نخواهند کرد و این چیزی که ما باید بفهمیم و درک بکنیم و یاد بگیریم برای آینده ما تحت هر شرایطی باید با آمریکا ارتباط باز و مستقیم داشته باشیم اما میزان باز بودن این ارتباطات باید تنظیم بشه نسبت به آدم ها و احسابی که اونجا کار میکنن نسبت به منافع ملی ما در این حال این سفر به خوبی این گفتمان رو برای ما باز میکنه که آمریکایی ها هم به حقوق بشر خیانت کردند و فردا هرگز نمیتونن ملت ایران رو برای براندازی برای برخورد با رژیم تحت هیچ شرایطی متهم بکنن چرا چون شما با همه این آدم ها که علنا هیچ نیازی به اعدام اون هم آدم نبود یعنی دروغه طرف آزاد بوده حالا مجاهد بوده یا هرچی که بوده من کاری ندارم آزاد بوده خواستنش دادگستری دستگیرش کردن بردن اعدامش کردن همون روز آخه این چه جور عدالتیه کی میتونه با این وحشی ها کار بکنه اینکه بایدن راه رو برای اینو باز بذاره و فردا بخواد از ما ایراد بگیره برای دفاع از این نجات پرست ها و آدم کشت ها و تروریستها ها ما کلا گفتمان اون برتر خواهد بود بر. و توی تلهی ای خواهد افتاد بایدن که خودش هنوز حالیش نیست خیلی هنوز باور ندارن که این رژیم سقوط خواهد کرد چرا چون اصولا مردم کشور دیگه براشون مهم نیست آمریکایی برایشون مهم نیست, نیست. ایرانیا چی فکر میکنن برای همه اصلا به خودشون زحمت نمیدن که بپرسن میرن فقط از این ایرانی آمریکاییهایی که بسیاریشون لابی های رژیم اصلا میپرسن اونها اطلاعات دروغ بهشون میدن بنابراین این سفر رئیسی میتونه تبدیل به یک سلاح بشه برای ما در مقابل بسیاری در دنیای غرب و به خصوص آمریکایی ها در نهایت در این سفر رئیسی ممکنه یه تریبون پیدا بکنه که کلی مزخرف بگه و هیچی از باور نکنه و بهش بخنده اما اول آخر تکیف ما رو با بسیاری روشن میکنه من بارها گفتم ما باید پس از رژیم قلعه ملی بسازیم قلعه که با خشت و خاک ایرانی بنا شده باشه و رسیدن به اینجا که ملت ایران به این درک برسن نیاز به بیرون اومدن یک سری حقایق داره حقایقی که تا همین چند سال پیش به عنوان پارانویا یا دسیسه ازش نام برده میشد به خصوص در رسانه های انگلیسی اما الان ثابت شده که هیچ کدوم از اینا پارانویا نبوده و به وضوح کسانی در غرب سالیان سال تلاش میکردن که این رژیم ادامه پیدا بکنه و سر پا بمونه اما الان داستان داره به انتها میرسه و اصری جدید آغاز خواهد شد پس از این رژیم بنابراین ما نهایتا فقط و فقط باید به فکر قلعه ملی خودمون باشیم و بر اساس پادشاهی قلعه استوار و محکم بنا کنیم